ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم می آید. با شما هستیم دوست عزیز. گوشت آیسته آیسته آماده میشه و آیسته آیسته ایره پخته میکنیم، ولی باید که هر چهار طرف شما به شکل خوبی سرخ کنیم، چرا که اگر سیر سرخ نشه به شکل خوبی آماده نشه مزه خوبی نمیده شده شد. به خاطر ما باید خوبتر ایره آماده بسازیم. این قسمت ملاخره ایجابانیم که چرا که زیاد داغ نشه باز نمیتونیم خوبتر مخلوطش کنیم. حالا نوبت سیر. قدر سیر زیاد اضافه نمیکنیم، سیرش یک کمک کم میکنیم. سیر را کمکی میده میکنیم و پیش از اینکه گوشت 100% سرخ شود سیر اضافه میکنیم. این را به خاطر از اضافه میکنیم که گوشت ها یک خوشبوی خاص میداشته باشه، نرم هم بشه و ما میتونیم خوبتر آمادش کنیم. گوشت ها به شکل اول باید سرخ کنیم. گوشت به شکل ما باید که آماده بسازیم و نباید که یک قسمتش زیاد سرخ شد و یک قسمتش کم، باید که هر چهار طرف ازی به یک اندازه سرخ شد و ما باید که به یک اندازه همیشه آماده بسازیم. اگر یک قسمتش خام باشه یک قسمتش پخته باز یک خوشنده می داشته باشه. به خاطر اگر ما این رو به شکل خوب و درستش به شکل مساوی سرخ کنیم یک خوشبوی خوب و خوبی می داشته باشه و خوبتر آماده همیشه. گوشت ما نمیخوایم از اینکه زیاد سرخ کنیم، چرا که بعدش باز هم همراه با سبزیجات کمی سرخ میشه و از حرارت دورش میکنم، چرا تا حالا مسالهش هم اضافه نکردیم. به این قسمت میگذاریمش تا این مواده که این قسمت میخوایم آماده بسازیم، یعنی شروع میکنیم از مرچ و دلمه که داخلش کمی که مرچ و دلمه هم اضافه میکنیم، یعنی مرچ و دلمه سبز و رنگه و پیاز هم ضرورت داریم. پیاز هم میخوایم که اول به این شکل آماده بسازیم. و بعد از اینکه پیاز آماده ساختیم باید که میده میدهش کنیم. این هم پیاز باید خوب میده میدهش کنیم. و همراه با گوشت مخلوطش میکنیم. و دوباره دیگه بالای حرارت میمونیم. و پیاز همراه با گوشت به شکل کمی سرخ میکنیم و این قسمت هم بازم برای ما مهم است که ایره ما به شکل مخلوط کنیم، چرا که اگر ما ایره مخلوط نکنیم پیاز خو آبدار است، اینقدر زود نمیسوزه، ولی گوشتی که ما داخل دیگه اضافه کردیم زودتر خود میسوزانه و خود خراب هم میکنه. به خاطر خراب نشه و ما بتونیم زودتر بشورنیمش یا زودتر آمادش کنیم، ضرورت به چی داریم؟ یک کمکی آب، زیاد نه، فقط به اندازه 2 قاشق غذاخوری آب اضافه میکنیم داخلش. به شکل مخلوطش میکنیم. خب و به شکل آیسته آیسته سرخ میکنیم و منتظرش میباشیم تا پیاز نرم شود. وقتی پیاز نرم شد نوبت مصالحا و موادش میرسه که مرچ و دلمه و مصالحا و کیف و دیگه هر موادی که اضافه میکنیم داخلش وارا ایسته ایسته اضافه کنیم، ولی تا وقتی که پیاز نرم ساخته خوده ما باید که به شکل مخلوطش هم کنیم و به شکل درستش کنیم.
زیادتر غذایی است که شما در خانه وقتی آماده می‌سازید زیادتر کسایی هستند هم مواد رو می‌ندازن و می‌گذارن تا به این شکل آهسته آهسته آماده شود. ولی من میگم نه. هر غذایی که آماده می‌سازی اگر به یک شب خود ذوق آمادهش کنی، یعنی بالش سر دیگ باشه تا وقت آماده شدنش. میفهمم که وقت ضایع میشه، شاید بعضی کسا وقت نداشته باشن. کسایی که وقت دارن اگر به این شکل بالای دیگ باشن و یک شوقی و غذا را آماده بسازن، واقعا اون غذا خوشمزه می باشه. حتی که اگر مثلا کمتر هم اضافه کنی، چرا که به اون شکل اصلی و درستش آماده می سازی خوبتر متوجه می باشی. حتی مثلا سه اگر نباشه، وقتی متوجه باشه شما میتونی که با یک مواد دیگه مزهش خوبتر بسازی. مثلا اگر ما این قسمت چی نداشته باشیم، مثلا نداشته باشیم مرچ سیاه و نمک در هر خانه است، ولی داخل داش است یخچال، داخل یخچال ما باربیکی ساس داریم، کچپ داریم، تابسکو داریم و به می شکل ساس های زیادی است. خب در خاطر زیاد که اگر ما حساب کنیم یک کیزی 100% داخل یخچال می باشه. شما میتونه که از یک دانه استفاده کنید، داخلش اضافه کنید. یعنی اگر ما همین قسمت داخل از این باربیکی ساس اضافه کنیم، یک مزه دیگه می داشته باشه، یک خوشبوی خاص می داشته باشه که به شکل خوبی آماده میشه. ولی اگر نباشه، مصالحه باشه، بهترش همیست که ما از اون مصالحه استفاده کنیم، چرا که باربیکی ساس هم با مصالحه با موادهای خوبی تهیه میشه. یا از باربیکی ساس باشه و یا مصالحه. کم کم آماده میشه، آهسته آهسته رنگ پیاز روشن شد، از این معلوم میشه که خدا تقریبا آماده ساخته. و حالا نوبت میرسه به مرچ دلمه که یاره میخواییم که کمه که دانه دار آماده بسازیم. دانه دار یعنی باید کمی که میده میدهش کنیم و خدر زیاد میده نباشه که ما وقتی داخل گوشت اضافهش میکنیم همراه با گوشت یک جای مخلوط شود. به خاطر باید که یک کمی دانه دار باشه و این هم اضافه میکنیم. یک رنگ بسیار خوبی را برای خود گرفت، یعنی رنگ گوشت است، رنگ پیاز، مرچ دلمه رنگه، مرچ دلمه سبز به شکل بسیار خوبی آماده شده. و حال نوبت مصالحه است که مصالحه اضافه میکنیم، خلاص آماده میشه و داخل نانا پرش میکنیم. مصالحه گوشت اضافه میکنیم که اگر باشه، کمه که مرچ سیاه اضافه میکنیم، کمه که نمک اضافه میکنیم چرا که نمک ننداخته بودیم و دادیک نمک اگر نندازیم مزی خوبی نمیداشته باشه. و حالا کمه که مصالحه سبزی مندازیم. خلاص این بود مصالحش و همراه با این مصالحه رو مخلوط میکنیم و باید که همراه با این مصالحه کمه که سرخ شود. وقتی همراه با این مصالحه مخلوطش کنیم، سرخش کنیم، 100% یک خوشبوی خاص و یک مزی خوبی رو میداشته باشن. کمی که سرخ میکنیم، ولی بازم سبزیش کمی نرم شد. تا وقتی یا کمی نرم شد و آمادش میکنیم، چی بهتر است که بریم یک بار بسته تصویری رو ببینیم. این هم بسته تصویری و شما برمیگردیم، باز هم با ما باشید. اثرات خوب و بد نمک بر بدن. نمک یکی از مواد غذایی ضروری برای بدن است و به عملکرد صحیح بدن و مغز کمک می کند. اما مصرف زیاد نمک می تواند خطرات بیشماری را برای بدن داشته باشد. این خطرات در افرادی که فشار خون بالایی دارند به مراتب بیشتر است. اثرات مفید نمک بر بدن. بیشترین اثر مفید نمک ثابت کردن ضربان غیر عادی قلب است و به تنظیم فشار خون کمک می کند. خارج کردن اسیدیته‌ای زیادی که در بدن به وجود آمده است. حفظ تعادل مقدار خون. حفظ تعادل مقدار قند خون. فراهم ساختن انرژی لازم برای بدن. کمک به عملکرد صحیح سلول‌های عصبی. جذب مواد مغذی. صاف و نرم کردن حنجره و جلوگیری از چسبناک شدن مخاطی که معمولاً در تنگی نفس دیده می شود. برای بیماری زکام و سینوزیت بسیار مفید است. نمک یک آنتی هستامین طبیعی می باشد. جلوگیری از کرامپ یا گرفتگی عضلانی. جلوگیری از ریزش بزاق در حین خوابیدن. نمک برای ساخت استخوان مهم است.
یکی از مهمترین دلایل پوکی استخوان کمبود نمک و آب می باشد. برای تنظیم خواب مهم است و به عنوان یک هیپنوتیزم طبیعی عمل می کند. نمک قسمتی از درمان بیماران دیابتی می باشد. استفاده از نمک بر روی زبان موجب توقف سرفه های خشک می شود. نمک از املاح سدیم و کلر تشکیل شده است. در بزرگسالان هنگامی که مقدار سدیم دریافتی زیاد باشد، بدن آب زیادی را نگه می‌دارد و مقدار مایعات جمع شده در بدن بسیار زیاد می‌شود. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که همین عامل باعث فشار بالای خون می‌شود و این خود عامل است برای بیماری قلبی و سکته، زیرا این مقدار زیاد مایعات در حین عبور از قلب به اعضای بدن می‌روند و باعث خستگی و درد در اندام‌ها می‌شوند و این خود عامل است برای ظاهر شدن بیماری انسداد رگ‌های قلب. چه مقدار نمک برای بدن مضر نیست؟ متخصصان مصرف حداقل 6 گرم نمک در روز را توصیه می کنند، ولی در کودکان این مقدار باید خیلی کم باشد.